با یه دوربین مخفی دیگه در برنامه مدار بسته در خدمت شما هستیم. امروز با این چسب کار داریم. تربیت فرزندان خود را به ما بسپارید. چه جوری؟ حالا میگم. خیلی خوب، ماشین پشتی هم حرکت کنه. فرزندان خود را به ما بسپاری؟ یک مقوله تربیتیه، فرزند خود را به ما بسپاری. خب به ما مردو کیه یعنی؟ به کی؟ به ما شما راننده ها؟ نه به ما که یه اختراعی کردیم. ببین بگو که تربیت خیلی مهمه. تو بحث تربیت فرزند گام های عجیب غریبی برداشتیم. ما یک متدی داریم، مهندسین بسیار کارکشته که با تکیه بر دانش نشستن پای این محصول، تونستیم یک متد و یک فراورده ای رو ما فراوری کنیم که بدیم به بچه. تمام متدهای تربیت فرزند باید برن دیگه بوق بزنن گاراژ. طرز عجیب غریبی ما به یک موفقیتی دست پیدا کردیم که اصلا شاید جهان رو متحول بکنه. جهان انگشت به دهان یه تحولی تو دنیا ایجاد کرده برای تربیت فرزند و اینا. اصلا این چیز عجیبی نه، اصلا هم دانش بنیان نیست. خودم تو خونه اینو کشف کردم. بچه داری؟ من نه والله، ولی یه خواهرزاده دارم. چند سالشه؟ 24 سالشه. عالی، بهترین سنه برای این کار. سنهای ایدئالی. چه سنهای ایدئالی برای تربیت؟ نوام 15 سالشه. بگو نه دیگه، سن تربیتش گذشته. خیلی بی تربیت داد شده باشه تا الان. باید شما 4 سالگی میذاشتیم پیش ما که تو 8 سالگی بهش بفهمونیم که تربیت چیه. این بچه بی تربیت در روی جامعه. جامعه هدف ما دقیقا فرزندان شما هستن و فرزندانی از جنس فرزندان شما. این بچه دیگه الان تربیت شکل گرفته و ما یک فرزند بی تربیت دیگه تحویل جامعه دادیم. این متدی که میگید چند وقت دارید انجام میدید؟ ما 3 روز. من الان خودم هنوز تو شوکم، باورم نمیشه. چجوری میشه تو 3 روز؟ آخه تو 3 روز مگه میشه؟ مگه اصلا هست همچین چیزی؟ نه. همیشه بابام بهم میگفت چیز کن، راننده تاکسی رو انجام بده، علاقات هم دنبال کن. به هر حال با متدهای خودمون رو داریم. من الان راننده تاکسی شدم، علاقه هم دنبال کردم. روان درمانی؟ چه ببخشید، با روان درمانی خودش روانی میشه. بحث روان بچه کاری نداریم، ما تربیت بچه رو کار داریم که بچه بی تربیت. الان همین آقایی که الان ماشینش نگاه پیچی جلوی من، داستان به این شکل. این چیزیه که ما اختراع کردیم، محصول شگفتانه ای که ما تولید کردیم. بگیم بله اینه. حتی نیروی انتظامی هم مشتری ما میشه. چسب برای چسب تربیت کنه. این که یه چسب علکی نیست، چسب نیست، چسابه. چساب میدونی یعنی بسیار چسب زننده، بسیار چسب کننده. بهش چسوب هم میگن. ها گفت ممم. شما از گوش سمت چپ بچه اینو میچسبونی، اینو میکشید در دهن بچه که این بچه بخیر. خودم اینو بتنه به دهنت که دیگه جلو کسی حرف نزن. آلوده است هستن. بگو چسبمون کاملا به دستوسیت. آزمایشات بهداشتی روش انجام شد. اینا نانوه ها، همچنین چسب معمولی نیست، چسب نانوه ضد سرطان و خیلی کاربردی. ببین هر کاری یه بار اولش سخت، بار دوم دیگه روتین میشه دیگه. دیگه میگه خب دیگه این کارو کرد. اصلا دیگه این چسب یه جوری میچسبه به دستتون و دهن بچه که دیگه از دست شما نمیاد. اینا بچه با تربیت ماریه، بچه بی تربیت رو تعیین نمیکنه. بچه تا حرف میزنه میذاره در دهنش. گذشت اون زمان اگه کار کسی بکنه یا بزنه دم دهن بچه. بگو اینجوری بچه کمتر قور میزنه. بچه دهنشو بی خود باز نکنه هر چقدر دهنش در بیاد. آره اصلی میشه. مشو خودم هم استفاده کردم. من خودم بارها استفاده کردم، به هیچ عنوان عصبی هم نمیشه.
بگو برای همینه که انقدر با تربیت الان چرا انقدر آروم هستم؟ چقدر با تو معنی رو دارم صحبت میکنم؟ تربیت شد برا با دست تا بشی ای اسو برا بابا مال این حرفا نیستی گم شو اون ور دیگه برو اون ور دیگه الان خود شما عصبی نه من کجا عصبی ام من کجا فوش دادم یه دونه گفتم میمون دیگه میمون که یک حیوانی که در باغ وحش ها نه اما کجا دارم داد میزنم آخه چرا علی که حرف میزنه من میزنم دارم وقتی حرف میزنم تو حرف من نپری خانم دارم مسئولم ارائه میدم اصلا بذار همینه که هست من تو رو ادبت میکنم من تو رو تربیتت میکنم چرا فرار میکنی از واقعیت چرا از علم فرار میکنی چرا همش روشای سنتی که من مثلا بابام کتک کتک الان این کتکه آره دیگه از کتک دارم میگم شیوه بهترین شیوه شما این کارو امتحان کنید این ضد سرطانه این ضد حساسیت شما اصلا داشتین از اینا نداشتین همینجا از من خرید کنی نصف قیمت باید حساب کنم ولی اگه مثلا بری از توی سایت و شماره و اینا اونجا گرون تره فقط در فروشگاه شخصی من فعلا داره ارزش میتونم برات صادر کنم گرفتی مورد یا اینو از من میخرین یا من دیگه شما سوالی که من قرصامو خوردم اگر نه ذهن من کلی درگیر شده خونه دم خوردم تا اینو من درست کردم من از این چیز من خونگی هم من تربیت شدم خوبه محمد خوبه دیگه دوربین یواش یواش لو بده شما خودت فرزند نداری چجوری اینه تست کرد؟ رو کی تست کرد؟ من رو خیلی ها تست کردم رو همین آقا تست بیاین یه لحظه بیاین جلو دوربینو مخفی بود؟ بله ما شما رو در برابر دوربین مخفی قرار داده بودیم آیا آیا محمد راستی اجازه پخش شده در اجازه پخش رو بگیر بذاریم که پخشش کنیم خواهش میکنم بله ما اینو میتونیم پخشش کنیم که بله بله چسب و اشانتیون داشته باشه بچه ها جمع کنید دیگه برگرد استودیو